همه اندروید به گوگل میشناسن، یعنی خیلی ها هستن که اصلا فکر نمیکنن که اندروید بدون گوگل هم وجود داره. توی این برنامه میخوایم هواوی پیچل پرو، بهترین گوشی اندرویدی که گوگل نداره رو با هم بررسی کنیم. بعد از اینکه آمریکا هواوی تحریم کرد، هواوی تمام تلاشش رو کرد که بتونه با مذاکره و راه‌های دیگه این تحریم رو لغو کنه، ولی خب نشد و نتونست. به خاطر همین هواوی دیگه بیخیال گوگل شد و سعی کرد که روی پلتفرم خودش سرمایه گذاری کنه. قبل از اینکه به سراغ بررسی پیچل پرو، ازتون میخوام که کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید و اون زنگ بغلش هم بزنید که برنامه‌های بعدی ما رو از دست ندید. این کارتون باعث میشه که از ما حمایت کنید و بتونیم برنامه‌های بهتری رو براتون درست کنیم. اگه یادتون باشه ما یه برنامه هم در مورد اینکه خب هواوی چی شد، تحریم شد و آینده هواوی چی میشه درست کردیم قبلا، که پیشنهاد می‌کنم از تو لینک این بالا برید حتما اون رو ببینید. خب بریم سراغ خود گوشی. اول از همه می‌خوام از بدنش شروع کنم. این گوشی واقعا با کیفیته، یعنی وقتی که باهاش کار می‌کنی دستت می‌گیری این حس لوکس بودن کاملا منتقل میشه. حسی که مثلا توی S20 Ultra وجود داره، توی آیفون 11 Pro Max وجود داره، تو همه پرچم داره وجود داره، توی این گوشی هم وجود داره و هواوی هیچی کم نذاشته برای بدنه این گوشی. من خیلی راضیم ازش. تو دست یه خورده حداقل این مدلی که ما داریم، چون که پشتش حالا مات نیست و یه مقدار لیزه و اثر انگشتم زیاد میگیره، من زیاد باش راحت نبودم، مخصوصا اینکه اج داره و من میگم هیچ مشکلی از لحاظ کیفیت نداره و واقعا بالاترین کیفیت و قابل استفاده کرده توش. ولی این صفحه نمایشی که از چهار طرف اج داره، شما اگه کانالو دیده باشید، برنامه من رو دیده باشید، میدونید که من با اج مشکل دارم و خب این گوشی چهار طرفش اج داره. یعنی مثلا میگم اگه این گوشی از دستتون بیفته، احتمال اینکه بیفته بشکنه صفحش خیلی بالاست، چون از چهار طرف اج داره و کلان اج باعث میشه که صفحه هم گرونتر باشه، هم یه خورده مقاومتش در برابر ضربه بیاد پایین، چون که به هر حال توی گوشه هاست و توی حاشیه ها. من به نظرم صفحه قشنگیه، ولی ترجیح میدم که گوشیم فلت باشه به جای اینکه اینقدر اج بشه، چون که الان من حالا تو آنباکس هم گفتم این توی جعبش قاب نداشت و همین که قاب نداره خیلی سخت کار کردن باش و هی نگران این که بیفته. اگر که حالا ما اون رنگ نقره‌ایشو داشتیم اون خیلی بهتر بود، چون که پشتش هم ماته و یه پترنی داره که باعث میشه که لیز نباشه دیگه گوشی. اگه اون بود قطعا مشکل نداشتم من باش. بالای گوشی یه دونه سنسور بادون قرمزه که برای ریموت استفاده میشه. من خیلی دوست دارم که گوشی اینو داشته باشه، واقعا نمیدونم چرا گوشی دیگه ندارم. مثلا سامسونگ قبلا داشت ولی برداشت. خیلی برای من کاربردیه، چون میتونی مثلا تلویزیون و کولر و این چیزها رو باش کنترل کنی و واقعا خیلی اوقات به دادت میرسه و کاربردیه. سمت راست گوشی هم دو تا نوار آنتن داریم، دکمه پاور رو داریم و دو تا دکمه ولیوم آپ و داون، که به نظر من جاش خیلی خوبه، چون تو گوشی هواوی شما میخواید اسکرین شات بگیرید، بعد دکمه پاور و دکمه ولیوم داون رو بگیرید که این دو تا نزدیک به هم باشن، خیلی بهتون کمک میکنه بتونید راحت باش کار کنید. پایین گوشی هم جای خالی جک هدفون احساس میشه، واقعا جک هدفون نمیدونم چرا گوشی رو ندارن واقعا. اینکه جک هدفون وجود نداره خیلی منو اذیت میکنه. Never understand. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. جای خالی جک هدفون با جای سیم کارت پر شده، کنار جای سیم کارت شارژر تایپ سیش قرار داره و اسپیکرش هم پایینه که اسپیکر مونو داره. و دیگه سمت چپ گوشی هم هیچی وجود نداره و فقط یه نوار آنتنه که باعث میشه خیلی کلین و تمیز باشه سمت چپ گوشی و به نظر من کلن طراحی گوشی خیلی خوبه. پشت گوشی هم دوربین بزرگ این گوشی قرار داره که یه دوربین چهارگانه است و توی دوربین بهتون میگم که چقدر من از این دوربین راضی بودم. در کل هم بالا باز میگم من توی این گوشی واقعا همه چیز بدنش رو دوست داشتم، جز اینکه خب فلت نیست، یعنی اگه فلت بود من خیلی دوست داشتم. صفحه‌ش هم که مشخصه، بالاش یه حفره گنده داره که اونم توی دوربین بیشتر براتون توضیح میدم. یه نکته جالبی که حالا این مدلی که ما داریم داره اینه که رنگش تقریبا همون رنگ خاکستریه که S20 پلاس داشت و من خودم ریویو کردم.
من بخوام بین این دوتا گوشی انتخاب کنم، واقعا این گوشی انتخاب میکنم. خیلی پشتش زیباتر از S20 پلاس. حالا جدای از این که من خودم طرفدار سامسونگ نیستم، اونو بذاری کنار، ولی واقعا پشت سامسونگ خیلی ساده است. یعنی واقعا خیلی عذر میخوام از کسی که میان رده دارن، در حد یک پرچمدار نیست پشتش، در حد مثلا همون A51 و A71. ولی این گوشی وقتی که خودت تو پشتش میبینی میفهمی که آقا این گوشی پرچمداره، پشتش واقعا شیشه است و این یه حس خیلی بهتری بهم میده. یه مقدارم یه سری رنگا توش داره که اینم یه چیز جالبی، چون من خودم دارم اینا میخوره بنفش میزن. اثر انگشت این گوشی هم داخل صفحه نمایش، سرعت خیلی خوبی داره و شاید این اولین گوشی با حسگر اثر انگشت داخل صفحه است که من هیچ مشکلی باش ندارم. خود هواوی گفته سایز سنسور رو 30% بزرگتر کردیم، سرعتش هم 30% بیشتر شده، که من توی سایزش زیاد موافق نیستم چون که تقریبا همونه، ولی توی سرعتش میتونم موافق باشم و سرعتش واقعا برام خوبه. یه راه دیگه واسه باز کردن گوشی هم سنسور تشخیص صورته که من واقعا باش اوکی هم، خیلی دقت بالایی داره. جدایی از اون که دقت بالایی داره، خیلی هم سریعه و خیلی جمع و جوره. یعنی بخوام مقایسه کنم میتونید کنار آیفون 11 پرو مکس بذارید که ناچه اون چقدره، هواوی همه اونا رو تو همین یه خورده جا داده و واقعا دمش گرم با این کاری که انجام داده. چون که حالا به قول یکی از یوتیوبرها که تا حالا بشناسیدش، امیدواریم آیفون بعدی هم انقدر ناچش کوچولو باشه یا کلا سنسورش تو همین قد جا بده. قطعا همتون عادت کردیم به این که خب خیلی گوشی پرچمدار حسگر اثر انگشتشون زیر صفحه قرار داره، اما این گوشی یه چیز دیگه‌ش هم زیر صفحه است، اسپیکر بالاییش. یعنی وقتی که بالای گوشی رو می‌بینی، می‌بینی اسپیکر گریل نداره، بعد سوال خودت می‌پرسی که خب این چجوری صداش در میاد؟ وقتی تلفن می‌خوای حرف بزنی چجوری می‌تونی تلفن حرف بزنی؟ این سوال ممکنه برات به وجود میاد و این سوال وقتی تلفن زنگ می‌زنی به جوابش می‌رسی. خود گوشی بهت میگه که سمت بالایی گوشی گوشتو بذار و گوشتو می‌ذاری اینجا، می‌بینی صدا از زیر صفحه بیرون میاد. یعنی یه جورایی صدا رو از زیر شیشه بهت القا می‌کنه که یه تکنولوژی خیلی جذابه که هواوی اتفاقا نزدیک یک سال فکر کنم داره این کارو انجام میده و هنوز کسی اینو از روش کپی نکرده و من خیلی با این تکنولوژی حال میکنم و به نظرم چیز جذابیه. تنها ایرادی که وجود میاره اینه که خب اسپیکرش مونو میشه، یعنی اسپیکری بالای صفحه نداره که بخواد همراهی کنه با اسپیکر پایینش که یه وقت صداتون مونو نشه و این قضیه یه خورده تو زمانی که داری مثلا اینجوری فیلم میبینی ممکنه جالب نشه، چون که صدا فقط از یه طرف میاد، یعنی یه گوشت هیچی نمیشنوه، یه گوشت همه چی میشنوه، چون گوشی هم ارتفاعش زیاده اینجوری میکنی کاملا مشخصه. خب بریم سراغ چیزی که همه در مورد این گوشی سوال شده براش، HMS. هواوی موبایل سرویس چقدر میتونه بهتون جواب بده و چطور میتونه جایگزین GMS باشه؟ حقیقتش رو بخواید اینه که خب باید این قضیه رو قبول کنید که اگر که این گوشی رو میخرید دیگه تقریبا باید اپلیکیشن های گوگل رو کنار بذارید. میتونید از طریق وب اپ ها بهش دسترسی داشته باشید، مثلا با مرورگرتون دارید توی مثلا یوتیوب اپلیکیشن وب یوتیوب رو روی گوشیتون نصب کنید و در کل بخوام بگم اکثریت اپلیکیشن ها روش خوب کار میکنه. من اینستاگرام، توییتر اینا رو این دارم و هیچ کدوم هیچ مشکلی نداره، چون که از API های گوگل واسه ساختن اون برنامه استفاده نکردم، از GMS استفاده نکردم برای ساختن اون برنامه ها، ولی یه سری برنامه ها ممکنه به مشکل بر بخوره. این گوشی خب گفتم GMS نداره و اگر که بخواید اپلیکیشن های گوگل روش بریزید، یه سری ها رو فقط با ریختن گوگل پلی سرویس میتونید روش بریزید. خب ولی خب نمیتونید اول اینکه لاگین کنید، چون یه اپلیکیشنی هست به نام گوگل اکانت منیجر که توی اندروید گوگل بای دیفالت وجود داره و شما میرید تو اون اکانت گوگلتون رو وارد میکنید. تا زمانی که دستگاهتون جز تراستد دیوایس های گوگل نباشه نمیتونید توی این گوشی GMS داشته باشید و اپلیکیشن گوگل رو ساینین کنید و استفاده کنید، ولی فقط با نصب گوگل پلی سرویس کلی از اپلیکیشن گوگل رو میتونید استفاده کنید. اینو بگم باز، نمیتونید ساینین کنید ولی خب میتونید استفاده کنید. یعنی من توی این گوشی تا
تونستم یوتیوب رو اجرا کنم و مشکلی هم بر نخوردم. ولی مثلا برای اجرای گوگل پلی یا مثلا اپلیکیشن های اینجوری قطعا نیاز به جی ام اس کامل دارین که اکانت منیجر رو اینا هم شاملش میشه. برای اونا هم نمیشه همینجوری عادی استفاده کرد، باید گوشیتون تراست دیوایس بشه همونجوری که گفتم، و واسه اینکه تراست دیوایس بشه باید یه سری کارها انجام بدین، یه سری هک ها رو گوشیتون انجام بدین. زیاد زمان نمیبره، چند تا اپلیکیشن رو باید هی نصب کنید، هی پاک کنید، هی ماد شده نصب کنید پاک کنید، 10-15 دقیقه زمان میبره. جاش نیست اینجا بخوام بهتون بگم که چه جوریه این کار، ولی خب قابلیتش هست. من با هواوی پرسیدم و باشون در ارتباط بودم، گفتم چه جوری این اتفاق میفته، گفتن که ترجیحاً این کارو انجام ندید چون ممکنه به نرم افزار گوشی آسیب بزنه. به خاطر همین من توی این گوشی این کار نکردم، ولی خودم اگه این گوشی رو بخرم قطعا این کارو براش انجام میدم و حالا اونقدر مهم نیستش که بخواد گوشیم آسیب ببینه، گارانتیش هم ممکنه بپره، ولی خب امیدوارم بلای سرش نیاد و اگه من بخوام گوشی بخرم این کارو انجام میدم. ولی اول آخر بگم، من تنها اپلیکیشن گوگلی که اینجا نیاز دارم یوتیوب. من خودم به شخصه، چون حالا نمیدونم میدونید یا نه، من از ویندوز فون اومدم روی اندروید. چون که از ویندوز فون اومدم رو اندروید، تقریبا تمام اپلیکیشنایی که استفاده میکنم اپلیکیشنای مایکروسافته. یعنی به جای جیمیل از اپلیکیشن آوتلوک استفاده میکنم، به جای کروم از اپلیکیشن مایکروسافت اج استفاده میکنم و و و و به خاطر همینم هم مشکلی توی این گوشی بر نخوردم. و برای نصب اپلیکیشن های دیگه هم به جای گوگل پلی اومدم از ای پی کی پیور و کافه بازار استفاده کردم، که به نظرم نکته خیلی خوبی بود. با توجه به اینکه گوشی قبلی خودم هواوی بود، به راحتی با اپلیکیشن فون کلون که میتونید حتی روی گوشی غیر هواوی هم نصبش کنید، کلی از اپلیکیشن ها منتقل کردم روی این گوشی و همشون رو دارم استفاده میکنم و مشکلی ندارم. به نظر من اگر که میخواید این گوشی رو بخرید، به این دقت کنید که چقدر به اپلیکیشن های گوگل نیاز دارید و چقدر بهشون وصلید. چون که اگر که زیاد با اونو کاری ندارید مثل من، به مشکل خاصی بر نمیخورید. از لحاظ خود مارکت هواوی اپ گالری هم بخوام بهتون بگم، اینه که تقریبا خیلی از اپلیکیشن ها روش داره. یعنی من تعجبم کردم که چطور میشه حالا اکثریت اپلیکیشن هایی که برای تغییر آی پی بودن هم توی این مارکت وجود داشتن و توی اپ گالری با ساختن هواوی آی دی به راحتی میتونید اونا رو دانلود کنید. خیلی از بازی ها مثلا آسفالت روی اپ گالری وجود داره و اپلیکیشن هایی هم که نتونید پیدا کنید رو به راحتی میتونید بگید، مثلا سرچ میکنید میگه که خب این اپلیکیشن وجود نداره، شما اد میکنید و میگید من اینو ویش لیستمه و میخوام اضافه بشه به گوشی و اپ گالری، و اونو میتونه حالا بره با تولید کنندهش صحبت کنه و اونو به اپ گالری اضافه کنه. یه چیزی که برای من خیلی تعجب بود توی این گوشی این بود که من هواوی آی دی خب قبلا داشتم و هواوی آی دی توی این اد کردم، چون گوشی قبلا هم هواوی بود، هواوی آی دی اد کردم و اومدم پرسید که کشور چی و فلان و اینا، اومدم اد کنم ایران بزنم، دیدم ایران نداره و تعجب کردم، گفتم خب ما تحریمیم، هواوی هم تحریمه، برای چی خب ایران نداره؟ از بچه هواوی هم سعی کردم بپرسم ولی جوابی نگرفتم، نمیدونم واقعا چرا. این گوشی خودش تحریمه، هواوی خودش تحریمه، بعد ایران هم تو لیست کشوراش نیست. شاید، چون این احتمالا این قضیه مال قبله، شاید به زودی شاهد این باشیم که ایران بهش اضافه بشه، ولی فعلا من تا زمانی که این گوشی رو دارم کار میکنم توی هواوی آی دی نمیتونید کشورتون رو بذارید ایران. مثلا بخوام راحت بگم بهتون، افغانستان و عراق و اینا که دور خودمونن و حالا کشور جهان سومن، اونا هستن توش ولی ایران نیست. نمیدونم چرا. اسپانسر این برنامه کافه دیسپانه. ممنونم ازشون که این محیط رو در اختیار ما قرار دادن که این برنامه رو براتون ضبط کنیم. اگر میخواهید بهشون سر بزنید یا باشون در ارتباط باشین، میتونید از طریق لینکی که توی توضیحات براتون میذاریم از گوگل مپ یا اینستاگرامشون بهشون مراجعه کنید و حالا بیایید پیششون. نمایشگر این گوشی یه صفحه OLED 90 هرتزی 1200 در 2640 پیکسله که به نظر من کار هوشمندانه‌ایه که هواوی توش انجام داده. توی این گوشی هواوی اومده یه صفحه 90 هرتزی جای 120 هرتزی گذاشته، یه صفحه 1200p جای صفحه 1440p گذاشته، که باعث شده باتری توی این گوشی خیلی بهتر از رقبای خودش مثلا توی سامسونگ مثلا S20 پلاس باشه. مثلا توی S20 پلاس شما میخواید با گوشی کار کنید، اگر که رو 120 هرتز بذارید واقعا باتری خوره داره، اگر رو 1440p بذارید واقعا باتری خوره داره، ولی خب توی این گوشی به نظر من
خیلی کار هوشمندانه بوده که روی 90 هرتز گذاشتن، چون اونقدر تفاوتی احساس نمی‌کنید بین 90 هرتز و 120 هرتز و واقعا کیفیت صفحش هم خیلی خوبه. در مورد حفره بزرگ نمایشگرم که بالای این گوشی قرار داره و بگم که عادت می‌کنید بهش، یعنی واقعا اونقدر که اولا قابل احساس نیست تو خیلی از بازی‌ها که اصلا حذف میشه، ولی چون اصلا بالا سمت چپه و معمولا گوشی رو کار میکنیم باش با بالا سمت چپ زیاد کار نداریم، راحت میشه ندید گرفتش و بعد یه مدتش عادت میکنیم. البته از لحاظ نرم‌افزاری هم میشه حذفش کرد، ولی خب من حذف نکردم و اوکی هم باش. از ناچ من بیشتر میپسندم این حفره صفحه نمایش رو، ولی خب به هر حال امیدواریم هر چه زودتر این چیزا بره زیر صفحه نمایش که دیگه نبینیمشون. هواوی امسال با همکاری لایکا مثل سالهای پیش یه دوربین خیلی خوب، یه دوربین حالا چنگانه خیلی خوب تو این گوشی گذاشته. من خیلی دوربین اینو دوست داشتم، مثل دوربین گوشی خودم، حالا اینجاست گوشی، مثل دوربین گوشی خودم میتن پرو، واقعا دوربین این گوشی دوست داشتم. چرا؟ چون که حالا لحاظ نرم افزاری به نظر خود من پیکسل و اپل یعنی آیفون نرم افزارشون بهتر عمل میکنه، مثلا داینامیک رنجش بهتره، سایه ها رو بهتر هندل میکنه، نمیدونم روشنایی رو بهتر هندل میکنه، از آسمون داری عکس میگیری طبیعی تره، کلا رنگاش طبیعی تره. ولی چیزی که این گوشی داره بقیه ندارن یه دونه لنز واید با سنسور خیلی خوب 50 مگاپیکسلیه که توی شب عملکردش فوق العاده است، یه دونه لنز اولترا وایده که سنسورش 40 مگاپیکسله، یعنی اصلا سنسور 40 مگاپیکسلی اولترا واید من تو هیچ گوشه دیگه ندیدم، ولی تو این گوشی هست و عملکرد اولترا وایدش هم تو روت هم توی شب فوق العاده است و من هیچ مشکلی باش نداشتم. لنز تلفوتو این گوشی هم یه دونه سنسور 12 مگاپیکسلی داره که اونم من خیلی ازش راضی بودم، حالا چون احتمال این گوشی برای تست بود یه سری مشکلات داشت یا اگر که یادا کلان مسئله دیگه باشه با آپدیت شاید درست بشه، ولی توی تلفوتو یه خورده مثلا یهو تصویر میپرید جابجا میشد یا مثلا عکسو دیر میگرفت که اونم احتمالاً با آپدیت نرم افزاری حل میشه، ولی این گوشی واقعا گوشی خوبی بود، من هیچ مشکلی باش نداشتم و به نظر من یکی از بهترین دوربینایی که تو بازار باشه همین دوربینه. یه نکته که جالبه برام اینه که برعکس S20 اولترا، حالا نمیدونم تو S20 اولترا تکون میدادی صدا میداد، واسه OIS و سنسور 108 مگاپیکسلیش بود یا واسه پریسکوپش بود، ولی به هر حال این گوشی وقتی تکون میدی صدا نمیده، برعکس S20 اولترا سامسونگ که خیلی نکته مثبتی به نظر من محسوب میشه و به نظر من ببخش طرفدار سامسونگ خیلی زایه است که مثلا $1400 پول گوشی بدی بعد اینجوری کنی صدا تق تق بده. این گوشی اون صدا رو نمیده و پریسکوپش هم خیلی خوب و جمع جور و دوربینش به نظر من پشت گوشی یه مقدار زیباتر از گوشی های دیگه حتی مثل S20 اولترا سامسونگ. علاوه بر OIS هم هم دوربین وایدش هم دوربین تلفوتوش OIS دارن که به نظر من خیلی نکته مثبتیه برای این گوشی، چون که عکساتون واقعا همشون صافه و هیچ کدوم میشه گفت تار نمیافته تقریبا، توی فیلم هم واقعا کیفیتش خوبه و من ازش راضیم. تنها مشکلی که خیلی برام جدی بود توی دوربین این گوشی رو دیدم توی گوشی خودم هم، یعنی مال گوشی 3 سال پیش هواوی هم همینقدر همین مشکل وجود داره، اینه که این گوشی وایت بالانسش توی محیط‌های زرد و قرمز کم میاره و اصلا اینجوری مثلا هنگ میکنه میگه چی شد الان من این رنگش رو چیکار کنم، یعنی وقتی که محیط زرده محیط قرمزه متوجه نمیشه که بعد وایت بالانسش رو ببره سمت رنگ سرد و حالا تو رنگ سرد اون عکس رو بگیره و بدتر رنگو زرد میکنه و عکسی که توی حالا محیط های زرد بگیرید شاید جالب نشه. بخاطر همون من توصیه میکنم اگه میخواید توی محیطی که رنگای سخت داره برای گوشی با حالت پرو عکس بگیرید که راحت بتونید وایت بالانس خودتون تنظیم کنید و به مشکل بر نخورید. یه سری ویژگی های باحالی هم داره که الان روی فوتیج من میارم ببینید، مثلا توی فیلم بردارید میتونید یه سری چیزها رو حذف کنید، رنگا رو کم کنید، رنگا رو اضافه کنید، از اینجور کارها که به نظر من خیلی جذابه و میتونید استفاده کنید ازش، میتونید بک‌گراند بلر کنید که خیلی با دقت بالا انجام میده و کلا این سری فیچرهای باحال که توی فیلم بردارید وجود داره و با کمک هوش مصنوعی که چیپست کارین 990 بهش میده این کار انجام میده. توی فیلم برداری هم این گوشی هم با دوربین عقب هم با دوربین جلو میتونه تا 4K 60 فریم بر ثانیه فیلم برداری کنه که به نظر من خیلی نکته خوب و مثبتیه برای این گوشی.
دوربین جلوش رو گفتم، دوربین جلوش هم یه دوربین 32 مگاپیکسلیه که یه دونم سنسور تایم آف فلایت بغلش داره که برای تشخیص عمقه. یه چند تا سنسور دیگه هم اون تو جا گذاشتن که جایگذاری کردن که یکیش مادون قرمزه که صورت تشخیص میده، یکیش هم تشخیص چهره است، تشخیص سه‌بعدیه که اونم با صورت تشخیص میده و باهاش به راحتی با یعنی من اصلا اینجوری گوشی رو نگاه میکنم باز میکنه برام. الان باز نگه ولی کلن اونجوری هم باز میکنه و خیلی نکته مثبتیه برای من و من واقعا از اینکه این سنسور اون بالا هستن خیلی راضی بودم و خوشم اومد اتفاقا. از لحاظ پردازشی هم کارین 990 تمام بازی ها، تمام اپلیکیشن هایی که میتونید بریزید روی این گوشی براتون اجرا میکنه. به نظر من این نکته خیلی مثبته و خیالتون راحته. 8 گیگ رم داره، 256 گیگ حافظه UFS 3 داره و به نظر من خیالتون راحت باشه از این نظر که این گوشی واقعا همه اپلیکیشن ها رو به راحتی براتون اجرا میکنه. من واقعا هیچ پرفورمنس ایشوی تو این گوشی ندیدم، هیچ مشکل پرفورمنسی ندیدم و واقعا راضی بودم ازش. یه سری بازی ها هم که اگه پشتیبانی کنند و این گوشی بکشه که 90 هرتزی اجرا بشه واقعا لذت بازی کردن رو بهتون بیشتر میده و خیلی لذت بخشتر میشه بازی انجام میدید با 90 هرتز و 90 فریم پر سکند. یه نکته دیگه پیچر پرو که من خیلی دوست دارم شارژر 40 واتی تو جعبشه، یعنی این گوشی به راحتی 40 وات براتون شارژ میده و باتری خوشم که 4200 میلی آمپر ساعتیه، به سرعت این باتری 4200 میلی آمپر ساعتی رو میتونید شارژ کنید بدون هیچ مشکلی. من واقعا ازش راضی بودم و سرعت شارژ شدنش واقعا خیلی خوب بود. من گوشی خودم 22.5 واتیه و این 40 واتی واقعا برام محسوس بود. خیلی سریع تو کمتر از یه ساعت از 0 تا 100 گوشیتون شارژ میشه و بدون هیچ مشکلی میتونید راحت ببرید بیرون و یک روز کامل ازش استفاده کنید و شب میایید خونه بازم شارژ داشته باشید روی رزولوشن 1200p و رفرش ریت 90 هرتزی. شارژر وایرلس این گوشی هم 27 واتیه و یه نکته خیلی جالبش اینه که تا 27 وات گوشی دیگر رو میتونه شارژ کنه یا گجت های دیگر. یعنی مثلا اگه یه دونه ایرپاد داشته باشین، یه دونه هدفون بلوتوثی داشته باشین که شارژر وایرلس داشته باشه، یه دقیقه میذاری روش سریع شارژ بشه حتی اگه فست شارژ وایرلس رو پشتیبانی کنه. به نظر من خیلی هواوی توی این گوشی بخش باتریش ترکونده. نظر نهایی منو در مورد این گوشی بخواید بدونید باید بگم که یه خورده سخته برای همه یک نظر رو دادن. بستگی به خودتون داره که چقدر با اپلیکیشن های گوگل کار میکنید. ببینید من با کروم کار نمیکنم، من میتونم با گوگل مپ کار نکنم، من میتونم با خیلی اپلیکیشن ها کار نکنم. نهایتش حالا اینه که یوتیوب رو به زحمتی نصب میکنم یا از وب اپ استفاده میکنم، اونقدر برای من مشکلی وجود نمیاد چون که دارم از اپلیکیشن های مایکروسافت مثلا مایکروسافت ایج و آوتلوک استفاده میکنم، توییتر و اینستاگرام نیاز به گوگل ندارم و حالا داستان های این چنینی. من توی این گوشی مشکلی ندارم که گوگل نداشته باشم ولی شما ممکنه داشته باشید. خودتون ببینید که چه جوری هست. به نظر من هواوی اگر که این گوشی رو با یه قیمت گذاری هوشمندانه تو بازار ایران عرضه کنه میتونه رقبای خودش یعنی سامسونگ و شرکت دیگر رو به راحتی کنار بزنه و این گوشی رو یکی از گوشی‌های پرفروش پرچم‌دار توی ایران بکنه. خیلی ممنون که این برنامه رو دیدین. نظرتون راجع به پی 40 پرو هواوی و سرویس HMS چیه؟ توی کامنت ها حتما به همون بگید. اگر که این ویدیو رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب به یوتیوب و آپارات فراموشتون نشه. همچنین اگه می‌خواید با ما بیشتر در ارتباط باشین، به یوزرنیم @@مینوشاکی هست ما تو تمام شبکه‌های اجتماعی